میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه‌های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. درد دل روان، برنامه‌ای با دکتر جواد نفیسی، هر دوشنبه ساعت 7 شب از تایم تیوی. من جواد نفیسی هستم، خدمت بینندگان گرامی سلام عرض میکنم و به دنبال برنامه روزهای دوشنبه ساعت 7 صحبتمون رو ادامه میدیم. در برنامه درد دل روان توجهمون رو به علت این کشتکش‌های اخیر این شهر لس آنجلس که ما در میدیا شنیده ایم، من میخوام راجع به روان این قاتلین صحبت کنم و در جلسات قبل یه توضیحاتی در این مورد دادم و در این جلسه ادامه میدیم که این پلیسی که پلیس 33 ساله لس آنجلس که از کارش اخراج شده بود و تونست که 4 نفر رو بکشه و 3 نفر پلیس رو زخمی بکنه، از اون 4 نفری هم که کشته بود 2 نفرشون پلیس بودن و 50 تا خانواده پلیس رو در وحشت نگه داشت، برای اینکه همه اونها رو تهدید کرده بود و در نتیجه ایشون همینطور در حال فرار بودن و بالاخره در یه جایی که در بیگ بر همین کالیفرنیا جای اسکی، ایشون در یکی از این کاندوها بودن و اگه خاطرتون باشه یک زن و شوهری که صاحب کاندو بودن رفتن اونجا و اونها رو بست و در صندلی گذاشت، ولی هیچ آزاری بهشون نرسوند و بهشون هم گفت که من به شما آزاری نمیرسونم، ولی ماشین اونها رو برداشت و بالاخره پیدا شد و در یه تیراندازی یک پلیس دیگر هم کشت و یکی دیگر هم زخمی کرد و بالاخره موقعی که اونجا رو با آتش انداختن ایشون تیر آخر رو به خودش زد و خودش رو کشت. اونجوری که کمک میکنه به ما که ببینیم چه خبره این مانیفستو، این نامه سربازی که ایشون خطاب با آمریکا نوشتن و در ایشون در اینجا ایشون خیلی واضح توضیح دادن که چجوری ایشون حس کرده بودن بهشون ظلم شده و به چه مرحله رسید و چگونه به فکر انتقام جویی افتادن. و برای پیگیری این وضع مهمه که ما این نامه ایشون رو یه تکه های ازش بخونیم تا ببینیم که چرا این وضع صورت گرفت. ایشون می نویسن که من حالا ایشون رو کود میکنم، من میدانم که کسانی که مرا از نزدیک میشناسن در شگفت هستن که آیا منم که چنین جنایت ها را میکنم و به خود میگوین که این اصلا با شخصیت من جور در نمی آید. خیلی روشن داره نشون میده که دو قسمت بوده، یک قسمتی بوده که قسمت عقلانیش بوده و شخصیتش بوده که نشون نمیداده یک چنین خشم شدیدی در درون این مرده و این تمام این مدت سعی میکرده که خشم خودشو و این احساس انتقام جوییشو برای سالها در درون خودش مدفون نگه داره بدون اینکه به کسی نشون بده که یه همچین برنامه هایی در فکرش بوده. و ایشون بیشتر شکایت میکرده از این رفتار ظالمانه پلیس لس آنجلس به طرف ایشون و توی این نامه سرباز مکررن ایشون التماس میکنن برای پاک کردن اسمشون از اتهاماتی که بهشون وارد شده
و خیلی روشن میشه که این غرور ایشون و این اسم ایشون براشون یک اهمیت خاصی داشته و مثل یه روکاری بوده، یه فسادی بوده که همیشه میخواستن این اسمشون رو تمیز نگه دارن و به هیچ عنوان نمیخواستن کسی به این اسم صدمه بزنه و تمام وجود و هستیشون این فساد بوده، این اسم بوده. و ایشون خودشون می نویسن که اسم فقط یک لغت و صفت نیست، اسم زندگی شماست. ببینید نه تنها خودشون اینجوری فکر می کردن، اینو فراکنی می کردن به دیگران و دارن روشن میگن که نه تنها من اینجوری فکر میکنم، من فکر میکنم اسم شما همه چیز شماست. یعنی اگر یک کسی به شما توهین کرد یا اسم شما رو لکه دار کرد، دیگه هیچی از شما نمونده. ببینید روان و اون چیزی که در درونه خود ایشون اصلا مطرح نیست که این کریستوفر کیه چیه. نظر مردم نسبت به اسم ایشون وجود ایشون رو توجیه میکنه و در نتیجه موقعی که کسی به ایشون میگفت نیگر یا کسی به ایشون چیزی میگفت که دردآور بود از نظر اسمشون، عکس العمل ایشون، واکنش ایشون خیلی شدید بود. کما اینکه در برنامه های گذشته دیدیم که در دو مورد دو نفری که یکی مستقیما به ایشون گفت نیگر توی مدرسه به قصد کش زد، بعد یکی از همکارانم که توی یه دونه ون به یک نفر دیگه لغت نیگر رو به کار برده بوده، ایشون میخواسته بکشه و خودش میگه که من میبایست یه گلوله میذاشتم تو سرش، ولی اومده بودم و جداش کرده بودن و نذاشته بودن که کار به جای باریکتری برسه. در نتیجه این حالت انفجاری ایشون کاملا روشن. اون ایشون در ضمن مرگ خودشون هم کاملا پیشبینی کرده بودن و نوشته بودن که متاسفانه من زنده نخواهم بود که پاک شدن نام خودم را ببینم. پس برنامه ریزی ایشون طوری بوده که میدونستن که توی این انتقام گیری خودشونم از بین خواهند رفت، ولی با همه این احوال این نیروی قتل نه تنها به طرف افراد پلیس لس آنجلس بود، در ضمن به طرف خودشونم بود، چون میدونستن خودشونم تو این جریان به قتل میرسن. و ببینیم حالا چی این انبار باروت خشم ایشون رو انفجار کرد. اون فتیله‌ای که به این وسط بود و اون روشن شد، زمانی بود که یه جوانی که مبتلا به اسکیزوفرنی و عقب افتادگی بود، در حالی که دستبند بهش زده بودن و رو زمین بودن، یک خانم پلیسی که مربی ایشون بود، ایشون لگدکاری کردن، اون لگدمال کردن این جوون. اسم این جوون، ایشون هم اسم خود کریستوفر بودن، ایشون هم اسمشون کریستوفر بود و ایشون خودشونو در اون جوون دیدن که مورد ظلم قرار گرفته و این خانم پلیس هم که داره لگد مال میکنه، ایشون هم به عنوان پرپتریتر دیدن و این یک خشم خیلی خیلی شدیدی در درونشون به وجود آورد که این خشم شدید تبدیل شد به یه حالت انتقام جویی. یعنی می‌بینیم که در اینجا قسمت عقلانی ایشون و تمام استعدادها و مهارت‌هایی که فرا گرفته بودن همه با هم همدست شدن و برنامه ریزی کردن که حالا من چجوری انتقام بگیرم. و ایشون روی این موضوع مدت ها کار کردن،
انرژی خیلی زیادی صرف کردن که این افرادی که شده بود هدف ایشون که به قتل برسن، اینا رو دونه دونه شناسایی کردن، محل زندگیشون رو دیدن، رفتن در خونهشون رو زدن. در طوری شد که به صورت سیستماتیک از نظر عقلانی ایشون تونستن اون هدفشون رو با یه برنامه ریزی به عمل برسونن. حالا اگر ایشون در درونشون، در روانشون خیلی زود صدمه های شدیدی نخورده بود و ایشون خیلی زود تو زندگیشون خودشون رو مظلوم ندیده بودن و اطرافیانشون رو تجاوزکار ندیده بودن، در این صورت این خشم و این انبار خشم انقدر قوی نمی بود که بعدم بتونه یه همچین فاجعه ای رو ایجاد بکنه. در نتیجه من فکر میکنم کار اصلی برای پیشگیری و جلوگیری اینجور فاجعه ها اینه که بریم این خشم رو ازش جلوگیری بکنیم که به وجود بیاد، و اگر به وجود اومده باهاش کار بکنیم که به عمل نرسه. و ایشون در این نامه سربازی که نوشتن خیلی خوب توضیح دادن که چطور پشت سر هم اتفاقاتی افتاد که این خشم رو بیشتر تحریک کرد. و ایشون مکرر گفتن توی این منیفستوشون که شما یک غول خوابیده رو بیدار کردید با کارهایی که به من کردید، ظلمایی که به من کردید. منظورشون از این غول خوابیده همون خشم خیلی وحشیانه بدوی رذلانه است که میخواد هم زجر بده، هم شکنجه بده، هم به کلی به قتل برسونه و از بین ببره. و ایشون این کارم که تا اونجایی که براشون مقدور بود کردن، و اگر قدرت پیدا میکردن میخواستن شاید تمام پلیس لس آنجلس رو منهدم کنن. یک عامل دیگه‌ای که در ایشون میبینیم این بود که ایشون در خودشون به یه صورت گراندیوزی این قدرت رو دیدند که میتوانن هر سیستمی رو که ایشون ظالمانه میدیدن خودشون به تنهایی درست بکنن. یعنی خودشون از بچگی شده بودن پلیس خودشون. اگه کسی به ایشون چیزی میگفت ایشون خودشون میرفتن با یک واکنش خیلی خیلی شدیدی، خیلی رذلانه و وحشیانه تلافی میکردن و انتقام میگرفت. و اینجا مکرر دارن میگن که من باید این سیستم رو عوض کنم، سیستم پلیس لس آنجلس رو، و من هر کاری از دستم بر بیاد میخوام بکنم که این پلیس دیپارتمنت دیگه اینجوری ابیوزیو نشه. ولی این پلیس دیپارتمنت درسته که تاریخچه‌اش طوریه که نشون میده مواردی مثل رادی کینگ صورت گرفته، ولی اون پلیس دیپارتمنت اولیه زندگیشون در دوران طفولیت که خانواده‌شون بودن و اون حکومتی که اونجا بوده، اونم متاسفانه اونجوری که شاید باید احتیاجات ایشون رو برآورده نکرده بود. و در نتیجه این قسمت خرد عقلانی به علت اون احساسات شدیدی که اون درون هست و اختلالاتی که در درون روان ایجاد میشه، دیگه اون قسمت عقلانی خوب کار نمیکنه و فلج میشه.
یه خردی به اون صورت نمیمونه. ببینید ایشون مرد باهوشی بود و چقدر تونسته بود در کارش تخصص پیدا بکنه، مهارت پیدا بکنه، هم موقعی که توی نیروی دریایی بود و هم موقعی که توی پلیس دیپارتمنت بود یه مهارت‌های به خصوصی داشت. ولی به طور کلی موقعی که این خشم فوران زد دیگه خردیشون نتونست اونجوری که شاید باید کار بکنه. و مهمه که ما آگاه باشیم از این موضوع که این قسمت ناآگاه و این قسمت خشمگین روان نمیگذاره که قسمت عقلانی اونجوری که شاید باید کارش انجام بده و همیشه به علت این قسمت صدمه دیده اون قسمت فلج میشه. اینجا من میخوام برای بینندگان گرامی یه شعری از فردوسی براتون بخونم که این موضوع رو خوب روشن میکنه. ولی شما به جای اینکه ایشون راجع به کشور صحبت میکنه، شما روان هر کدوم ماها رو به صورت یه کشوری در نظر بگیرید که ماها باید اونو اداره بکنیم، که ما هم حکومتیم، هم مردمیم، هم وطن، همش اون روان ماست. ایشون میگه چه کردیم کینگونه گشتیم خار، خرد را فکندیم انسان زکار. نبود این چنین کشور و دین ما، کجا رفت آیین دیرین ما؟ نه دشمن در این بوم و بر لانه داشت، نه بیگانه ای جایی در این خانه داشت. از آن روز دشمن به ما چیره گشت، که ما را روان و خرد تیره گشت. من اینجا کشور رو با روان جابجا کردم. میگن به یزدان که این روان آزاد بود، همه جای مردان آزاد بود. یعنی اگر اینکه این خشم و این احساس گناه و این احساس ندامت و این احساس غم و این احساساتی که همه به علت صدمات خیلی زود تو زندگی طفل به وجود میاد، اینا اونجا نباشه، روان آزاد خواهد بود. خرد کار خودشو میکنه، عقل کار خودشو میکنه و جون خودشو، اطرافیانشو و نزدیکانشو در خطر نمیاندازه. خلاصه کلام اینه که اگر ما میخواییم قسمت عقلانی آزاد بشه و رها بشه و قسمت عقلانی بتونه کار خودشو انجام بده، در اون صورت ما باید با تمام این احساساتی که در درون ما مدفون شده همه روبرو بشیم، اونا رو تجربه بکنیم که دیگه دشمن در وجود در روان ما نباشه. آنچه دشمن رو اونجا جایگزین میکنه اون احساساتیه که اونجا مدفونه و ما نمیخوایم با اونها روبرو بشیم. حالا اگر ما برگردیم به این پلیسی که اخراج شده، اخراج شده بود، الان هم که خودش از بین برد، این مهمه که ما ببینیم چطور شد که ایشون خودشون رو آیدنتیفای کرد، خودش رو شناسایی کرد و توی کفشه اون جوانی گذاشت که روی زمین افتاده، اسکیزوفرنیا داره، عقب افتاده است و داره لگد میخوره چپ و راست. چطور شد که در اون آن ایشون یک دفعه یک همچین خشمی
نسبت به پلیسی که همکارش بود و مربیش هم بود در زم پیدا کرد. هیچ دلیلی نداره که این وضع صورت می گرفت مگر اینکه اون خانم پلیس نماینده یک نفر تو زندگی اولیه این مرد بوده که اون ظالم بوده و خود ایشون اون کسی بودن که مورد ظلم قرار گرفته بودن خیلی زود تو زندگی، و ایشون خیلی زود تصمیم گرفتن که این خشم خیلی شدید مرگبار رو بذارن توی یه مسیری که قابل قبوله و جامعه اونو قبول داره، و اون چیه؟ اگه بره یکی سرباز بشه، اگه کسی بره یاد بگیره چجوری بکشه، مهارت پیدا بکنه در آدم کشی، ولی آدم کشی رو طوری انجام بده که از نظر قانونی قابل قبوله که میشه ارتش، و در ضمن مدال هم بگیره موقعی که خوب آدم میکشه به اسم محافظت کشورش. در نتیجه ایشون رفتن توی نیروی دریایی، و جالب موقعی که مثل این تو اوکلاهوما بود اگه درست یادم باشه، اونجا داشتن تعلیم میدیدن، گویا یک کیسه پیدا میکنن که در اون 8000 دلار پول نقد بوده، و ایشون این کیسه رو میبرن تحویل پلیس میدن، و وقتی پلیس از ایشون میپرسه میگه چطور شد که این پول نقد رو تو آوری، جوونی مثل تو این پول نقد رو آورد اینجا و برای خودت بر نداشتی، ایشون در جواب میگوین که مادرم به من صداقت و اصالت را یاد داده. پس میبینید صداقت و اصالت هیچ ربطی به آدم کشی نداره. یک کسی ممکنه خیلی صادق باشه، متوجه شدید؟ در یه مواردی هم یه اصالتهایی داشته باشه، کما این که در این مورد ایشون 8000 دلار ورداشته داده به ایشون، ولی وقتی اون خشم مرگبار میشکافه میاد به سطح، خرد رو به کلی مختل میکنه و فلج میکنه و به اصطلاح خون جلوی چششون رو میگیره و تمام هدف میشه انتقام گیری. البته خود انتقام گیری یه مقدار توش از خرد داره، از اندیشه و فکر داره، برای اینکه انتقام گیری خشم نیست. خشم ایشون یک خشم وحشیانه تیکه پاره کننده بود، مثل یه ببر. این خرده که تعلیم گرفته، علمه که یاد گرفته، علمه که ساخته اصلا اسلحه رو، این خرده که یاد گرفته چجوری اون اسلحه رو به کار ببره، متوجه شدید؟ ولی متاسفانه در راه نابودی بشری، درست عین نیروی اتمیه. نیروی اتمی رو ما امروز داریم به کار میبریم برای کمک به بشریت، تمام اکس‌ری ها و تمام درمانهایی که از نیروهای اتمی، رادیوتراپی و اینه که استفاده میکنن، از راکتورهای برقی و غیره، ولی همون نیرو بمب هیروشیما میشه و انقدر آدمو میکشه، و الان ما وحشت داریم که اگر نیروی اتمی در جهت خرابکاری و ویرانگری پیش بره میتونه تمام زمین ما رو از بین ببره، جان بشر رو از بین ببره. ایشون هم
موقعی که این خشم فوران زد و به اصطلاح جونش به لبش اومد، بعد دیگه تنها چیزی که تو مغزش بود انتقام گیری و بس، از بین کردن، بردن و نابود کردن هر چی بیشتر از پلیس های لس آنجلس. و میبینیم که چقدر خوب تونسته بود پیش بینی بکنه و نوشته توی این نامه سربازش اگر این کارو بکنید بی اثره چون من میدونم، اگر اون کارو بکنید بی اثره چون من خودم تعلیم دیدم. من در اینجا برنامه رو خاتمه میدم و شما بینندگان گرامی رو به خدا میسپارم. روز شب و خوشی داشته باشید تا دوشنبه دیگر ساعت 7 بعد از خدا حافظ. درد دل روان، برنامه‌ای با دکتر جواد نفیسی، هر دوشنبه ساعت 7 شب از تایم تی وی. برنامه سازان، میهمانان و کلیه شرکت کنندگان در برنامه‌های تایم تی وی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند.